مشیت خداوند چیست؟ مشیت خداوند را این گونه می شود تفسیر نمود. دیدن آنچه که هنوز اتفاق نیفتاده است. و بر اساس این تعریف به سادگی می شود عبارت مشیت خداوند را به این طریق بیان کرد. خداوند آنچه را که در جهان اتفاق خواهد افتاد قبل از وقوع دیده است. او ناظر بزرگ و آسمانی تاریخ بشریت است. ولی ارزش عبارت مشیت الهی بسیار والاتر از این است که پنداشته شود خداوند یک ناظر غیب گوست. تنها سه روش اساسی وجود دارند که از طریق آنها می توانیم رابطه بین خداوند و جهان را بیان کنیم. دیدگاه خداگرایانه اول می گوید خداوند جهان را آفریده و آن را مانند یک ساعت برای یک آفرینش فرعی کوب کرده است. بنابراین جهان به صورت یک ماشین خودکار عمل می کند و خدا در کنار گود ایستاده و به سادگی آنچه را که در این جهان اتفاق می افتد نگاه می کند. بدون هیچ گونه دخالت و شراکتی در آن و هر اتفاقی که در جهان واقع شود بر اساس عمل کرده این ماشین است. این تلقی و دیدگاه از آفرینش یک نتیجه اساسی دارد. دیگر هیچ کس خدا را نمی تواند به خاطر آنچه که خوشایند نیست سرزنش کند و ما می توانیم بگوییم موجوداتی هستیم زائیده مصیبت و ماتم و خداوند به خاطر اینکه دخالتی در عمل کرده ما ندارد ما را به خاطر خطاهایمان مجازات نمی کند. دیدگاه دیگری از خلقت مدعی است که هیچ گونه آفرینش ثانوی وجود ندارد، بلکه آنچه در جهان واقع می شود نتیجه مستقیم دخالت خداوند است. خدا موجب آن است که من دستم را بلند کنم یا پایین بیاورم. اگر اتومبیلی در یک چهارراه تصادف می کند، خداوند مستقیماً موجب آن است. اراده و خواست آزاد یک خودفریبی بیش نیست و خلقت فرعی دیگر معنی ندارد. ما ظاهراً فکر می‌کنیم که به صورت موجودات مسئول عمل می‌کنیم، ولی این گونه نیست. همه را خدا انجام می‌دهد. این همان نظریه اخلاقی و اعتقادی است که خداوند توجیه کننده ی همه چیز و در حقیقت مسبب هر اتفاقی است که صورت می‌گیرد. ما معتقدیم که خداوند جهان را آفریده و قدرت خلاقیت فرعی را به موجودات و انسان ارزانی داشته است و ما به وسیله آن قدرت عملاً قادر خواهیم شد بر طبق خواسته خود و تصمیمات و افکار و اعمال خود عمل کنیم. ولی خداوند بر تک تک اعمال ما که در حقیقت خلقت اولیه او هستیم و اعمالی که آفریده های فرعی خود ماست نظارت کامل دارد و این نظارت سرانجام بر اعمال ما حاکم می شود و این اعمال را بر اساس خواسته خودش تنظیم می کند و زمانی هم این نظارت بر اعمال ما انجام نمی شود. گاهی نیز خداوند در اعمال ما شراکت مستقیم دارد، آنچنان که در معجزات انجام شده توسط عیسی مسیح دخالت داشت. گاهی نیز تصمیمات و اعمال ما را در مسیری هدایت می کند که منظور نظر اوست. مشیت خداوند یعنی نظارت مستقیم او بر آنچه در این جهان واقع می شود.